خدافظی از تیم ملی، رسیدن از عرش به فرش، نجات ادن هازارد. سلام و درود خدا بر شما باد. ادن هازارد متولد 7 ژانویه 1991 یعنی 31 ساله. بازیکنی که در 3 باشگاه لیل، چلسی و رئال بازی کرده. چند تا بازی ملی کاری خبره تا ها؟ بدارای 126 بازی ملیه. این بازیکن که بیشترین سالهای دوران فوتبالیشو در چلسی بوده، سال 2018 و 2019 بیشترین دوران اوج ادن هازارد بوده که تونسته 21 گل در فصل به ثمر برسونه. که این بازیکن پس از درخشش در چلسی در تابستان 2019 به رئال مادرید پیوست با مبلغ 115 میلیون پوند پدر سوخته. و اما از سال 2019 تا الان که دیگه داریم وارد 2023 میشیم، یعنی 4 سال تقریبا، این بازیکن واسه رئال هیچ کاری نکرده. اما چرا این بازیکن آقا انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه الان بهتون گفتم 4 سال واقعا دوران اوجی نداشت واسه رئال مادرید بازی کرده، اما از اون موقعی که اومد تو رئال مادرید هی مصدوم شد یا بازی نکرد، یا اینکه اومد بازی کردم آن چنان بازی خوبی نکرد که تو چلسی انجام داد تو پرمیر لیگ. البته گفتم از عرش به فرش، اما الان می‌خوایم از فرش برسونیمش به عرش. البته خیلی هم فرشی نیست، 115 میلیون پوند گرفته. فرش داستان فرش واسه ماست، واسه اینا فرش یه چیز دیگه است. الان اومدیم ادن هازارد و کارش رو از رئال مادرید شروع بکنیم و ببینیم که اگر توی رئال مادرید ادن هازارد اونجوری که میتونیم ببریمش، حالا مثلا آقا بگیم چقدر میزنیم، توی رئال مادرید اومدیم ببریمش ببینیم چیکار میکنه دیگه. آقا اومدیم ببریمش ببینیم که اگر مهدی خان با فرمول هایی که بلده و زیرکانه بازی کنه، ادن هازارد جایی که میتونه بازی بده، ادن هازارد میتونه به نقطه اوجش برگرده. اولا که به تمرین میدم داشی گلم، شما اصلا رو دریبلینگت کار نکن، یه دونه کار کن، دفاعت هم که شوتینگ استقامت داشته باشه، فیزیک نشی بخور تو سرت. ببخش درست صحبت کن یارو، مرتی که 115 میلیون یورو پوند 100 شوتتو قوی نکن، سرعتتو قوی کن، بقیش با من تو داشم کاری نشته باش، یه حالا سرعتت هم ببر بالا، استقامت کن، اینجوری باید باشی، تو باید اینجوری بازی کنی. و میای به سرمربی میگی که شماره خیلی مهمه، شماره الان 7 بهت داده، اما چرا تو الان خوب بازی نمی‌کنی؟ به خاطر اینکه چی؟ کریستیانو رونالدو عاقت کرده. وقتی هم کریستیانو رونالدو زحمت کشیده چه بمیدش کنه، آقا شما رو عوض کن. اگه عاشق هفتی، هفت رونالدو رو بر نداد، 17 هم بر ندار، بیا 27 بر خالی هم هست. شما بگو 27 من میخوام، هفت خالی بذار که رونالدو اون بایگانی بشه شمارش. آفر. خیلی خوب، اولین بازی داریم با رئال. نه اینکه رئال مادرید که خودمونه. بازی رئال مادرید بازی داره ساعت 3 بعد از ظهر با تاتنهام کبیر. هی شما رو داخل گذاشته یا نه؟ بله آقای ادن هازارد داخله. لباس مشکی اصلا چیز زیباییست. بله جام دوستانه قهرمانان در آسیا. ببخشید این دیگه کمی چیزه دیگه، حالا من نمیدونم این چیزش چیزه، یعنی خرابه تو ترجمهش فکر کنم، یا که ما داغونه داستانمون. ادن هازارد شروع میکنه بازیو. ادن هازارد خوب نگر داشته. کسافت کی بودین؟ آفرین داور، به این داور میگن زمان بفهم. اگه حالا ادن هازارد هم میداد بهتر بود، ولی شما بزن ما تو ریباند اضافه میشیم. نکن ریباند نکن، باید بری جای حاجی کریم وایسی. باز میدم بهت آقای ادن هازارد، حرکت میکنه رو به داخل. هازارد چی در میاره. هازارد پاس عالی میده حاج کریم. نه ادن هازارد از همون جا، ادن هازارد تیر دروازه، خاک تو اون شانست. میرسونم به خود ادن هازارد. ادن هازارد تک زب پاس کریم میخواد بکنه اونجا، خود ادن هازارد شوتو بزن 20 گل بشه دیگه. به خدا رو سوپر استار، یعنی من هر چقدر قسم بخورم شما بالکن من نیست. بازیش خوبه، چرا این اصلا بد شانس این دیگه؟ شانس من نمیتونم کاری بکنم. ادن هازارد بزن تیر دو، بزن تیر دو، خواهش میکنم. تمام، فرار در تلی آف ساید و گل برای ادن هازارد. تمام است، ادن هازارد 1 گل زد. نوسکول تو میتونی نوک هم حتی بازی بکنی، نگم چه خوب داره بازی میکنه، حتی میتونی نوک بازی کنه، اس بازی کنه، وینگر. میگم تو بگو اینجا درخواست بده آقا، اینجا درخواست بده راست درخواست نده، اینا رو بزن درخواست ندهید. تو اگه بتونی نوک بازی بکنی خب خیلی میتونی بیشتر گل بزنی. خیلی خوب، رسیدیم به سوپر جام. بازی رفت و برگشت با رئال سوسییداد ساعت 3 بعد از ظهر در ورزشگاه آنها بازی داریم. ببینیم که ادن هازارد در اولین حضور خود در سوپر جام پس از 5 سال بازی کردن در رئال مادرید چه غلطی می‌کنه. ببینیم که اصلا تو گذاشته تو رو یا نه. گذاشته ادن هازارد، گذاشته خدا رو شکر داره بهش اعتماد می‌کنه، همونجا هم راش داده.
به به حضرت ادن آزار چه حرکتی اونجا انجام داد و میراستی شد کاتدار و گول نشود. حال کردی حرکت زیبا رو میای پرس میکنی اینجا. دو دقیقه آخرها دقیقه های آخری میدی واسه همیش برو داخل ببینم که چی کار میکنی ادن آزار. نگاه کن تو رو خدا، رئال مادرید اینجوری بازی میکنه آخه؟ شرفشو بردین شما تو این بازی. هیچ قرمز هم گرفتی تموم شد رفت داشت. من هم واسه چی میذاره بیرون آخه؟ برو بابا دیگه من تو تیمتون بازی نمی کنم. هیچ دامونه مردی بزنیم تا نیم فصل ببینیم چه قلص میکنیم بازی. رئال از سوسیداد تو هیچ به بازی آخه برگشتم باختم. بیا من خودم بازیگرم اینا باختم. وضعیت رئال کلا داغونه. خیلی خوب اینجور که گوش میاد ما باید به فکر نجات آزار توی یک لیگ دیگه باشیم. خیلی خوب ما رسیدیم به نیم فصل. خیلی خبرای توی مذاکرات هست. شما اینو باید بهتون بگم که ادن آزار واقعا داغون بوده بازیش تو رئال. 30 سالش شده، 88 شده، اوورالش یه دونه اوورال افت کرده، 24 تا بازی کرده ها، بازی بهش رسیده، زیاد هم رسیده، 7 تا گل زده، 2 تا پاس گل، اصلا خیلی داغونه وضعیتش. مذاکرات میکنم تمدید قرارداد داره. آنچلوتی گفته که 15 میلیون دلار تمدید قرارداد بکنم، ما نه، شما این کارو نمیکنیم. توی جدول همینطوری که این سمت راست میبینیم بارسلونا اول با 50 امتیاز و رئال مادرید 42 امتیازی. رئال مادرید وضعیتش خوب هست ولی ما میخوایم ادن هازارد رو نجات بدیم، نمیخوایم رئال مادرید رو نجات بدیم که ادن هازارد تا الانش هم چمپیونز لیگ گرفته با رئال مادرید اما خودش چی آقا، خودش چی نشده، یعنی هیچ تاثیر خیلی خوبی نداشته. توی مرحله گروهی هم رئال مادرید وضعیتش خیلی خوبه، حتی میتونه قهرمان چمپیونز لیگ هم دوباره بشه تو این فصل، اما ادن هازارد به درد نمیخوره رئال مادرید چون رئال مادرید بازیکن بزرگ زیاد داره و اصلا ادن هازارد نمیتونه خودشون نشون بده. ببین به نظر من نظرم اینه که اولین مذاکره رو بدیم به چلسی، ببینیم چلسی ادن هازارد رو میخواد دوباره برگرده به چلسی یا نه. اوه 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 جدول لیگ انگلستان چلسی اگه بخواد بره، چلسی 33 امتیازیه، زیادم باخته. ببین به نظر من بذار یه فصل بریم چلسی ببینیم چی میشه. درخواست انتقال به چلسی بله، سه روز دیگه جوابش میاد. آری آخیل چلسی جواب داده مثل اینکه و گفته بیا. بله آقای توماس توخیل سرورمه سابق که الان سرورمه چرمه 15 میلیون دلار گفته که میخواییم ترکیب تیم رو ببینیم. اوه ادن هازارد کجا میخواد بازی بده آجی؟ ادن هازارد برگرده، ادن هازارد قبول میکنه که برگرده. بله ادن هازارد به کوچلوار به تیم سابق خودش برمیگرده که 6 7 سال توی اون تیم زحمت کشید و رسیده بود به دوران 115 میلیون پوند رئال مادرید خریده بودش. حالا برگشته به همون تیم، ببینیم که میتونه به دوران اوج خودش برگرده ادن هازارد و حتی بشه آقای گل خود تیمش و حتی بشه آقای گل فصل و تیمش رو قهرمان بکنه یا حتی چیزای دیگه که بتونه ادن هازارد رو نجات بده از وضعیت افت فعلیش. شما پست دلخواه تو به مربی نگو که منو این دفعه کجا بذار ببینم که خود مربی اصلا میگه که نمیدونم بذاریم که خود مربی چی میگه دیگه. و اینکه شماره بازیکن، شماره بازیکن بسیار مهمه. شماره بازیکن چند دادی؟ 9 دادی. 9 خوبه آقا، 9 خوبه، راضیم. بلینگامو گرفتن آجی، بلینگامو خرید چلسی. آیا میتونه یه پیشگویی باشه که بلینگام میره چلسی؟ ساعت 7 شب تو ورزشگاه آنها در ورزشگاه آرسنال با آرسنال باز داریم چلسی و آرسنال، ببینید که ادن هازارد تو ترکیب قرار داده شده یا نه. بله ادن هازارد تو، ادن هازارد کجا گذاشتی؟ به به جای بسیار عالی گذاشتی، فقط استرلینگ اونجا بعد بازی می‌کنه. گوش من میذارم اونجا اندفه ادن هازارد گذاشته AMF، یعنی کلا مهاجم نذاشتتش. واسه بسیار به درد نخور به ادن هازارد. ادن هازارد داره حرکت میکنه، میره واسه گلزنی، گل اولشو زد، گول اولو میزنه ادن هازارد. اینه هوش فورواردی، میدونه چجوری حرکت کنه. مسیخان میدونه هوش داره، تیس هوش مسیخان. بده آفرین، هزار آفرین از این برچسبه، هزار آفرین بهش بدین. ماشاءالله حرکت ادن هازارد، تک به تک استرلینگ و توی دروازه. زیاش 1 2 3 گفتم بپر. ماشاءالله به حرف من گوش دادی، گل نخوردیم، شانس آوردیم. یا دارم بهت میگم به تیم سابقت برگرد، کت تو باز نکن، داری راه میری دیگه، زشته. بیا توی دروازه. با 30 سال سن ببین چجوری داره بازی میکنه، چه رو آرسنال کبیر. به خدا ادن هازارد میرسه و ادن هازارد رو زدن دیگه، خدا وکیلی بعد زد، وای مصدوم شد.
بابا تو که میدونیم اصلا نازش بکنی مصدوم میشه، چرا میزنیش؟ بفرما مصدوم اجباری. نه بازیکن مصدوم شد، سه بار هیچ میمونه با دو گل هازارد. کادر روشی امر به بودی شما که میشه صادر کرده و اونا از اون جوابشون موصل نیست. شما امروز بازی نخواهید کرد، متاسفم. بهتر شما تمرین کنید برای بازیش با هم دیگه زلزله بزنین. چشم، اول امیدوارم بعدش رو کبدی در مجلس شدن بتونید آروم باشی. در حاضر ازتون میخوام رو به بودی خواهد. اوه استخون شکسته میگه حدودا در فوریه درست میشه. هیچ، از ساعت 9 شب ما پورتو باز داریم، بازی رفت و تو چمپیونز لیگ مردیم پورتو رو 1-0. اما بازی برگشت توی ورزشگاه خودمونه و ببینیم که میتونیم ببریمشون بریم بالا یا نه. ایدن هازارد تو گذاشته یا بله نوکی میگذاشت ایدن هازارد، همین رو میخواستم ازت. ایدن هازارد به عنوان مهاجم نوک در ترکیب حضور داره، بهش اطمینان کرده آقای توماس توخل. آقای مسی تارمی مقابل آقای هازارد بخواد بازی بکنه، هیچ ربطی هم البته نداره تارمی با هازارد، ولی خب اوکی. ماشاءالله پاس به هازارد. هازارد پشت فوق مدافعین حرکت میکنه. هازارد همه رو دریبل کرده، خود هازارد گل نشد شوتش. ماشاءالله 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 پاس به هازارد. هازارد یک دریبل دیگر، حالا اونجا 0-0 نیم اول. نه برگرد توپ بده بزن هازارد. آقا حرکت کن، من خودم کشتم با این قد کوتاه هم پاس دادم به تو احمق. تمام و رفتیم مرحله بعدی. خوک تو اون سرتون کنن، یعنی خوک آدم تو اون سرتون. نگاه کن چیکار کردن، به چه تیمی یک هیچ باختن. آقا بعد هازارد گذاشته کجا؟ بهترین کارو کردی آجی، زاپاتا رو گرفتی. نه زاپاتا نیست، خیلی شبیشه، ولی آدن هازارد رو یک چپ میداشتی. کاشتی حالا آدن هازارد بازی رو میخواد بتکنه در این بازی. قای ایدن هازارد تو بهش میرسه، تک زد پاسکاری میکنه، دوباره خود ایدن هازارد پاس میندازه پشت مدافعین، میرن واسه گل زنی. تو برگشت، حالا ایدن هازارد بزن شوت. تو چه پاسی بزن ایدن هازارد توی دروازه. یه استوب یه شوت، یک بار هیچ، ایدن هازارد گلو زد. دو نفر ماست واسطادن جلوی فرمینو. خود هازارد حرکت میکنه، هازارد پاس میخواد اونجا، فندایکو جا میذاره، خود هازارد پاس به بیرون در میارن. تمام، یک بر یک مساوی. بازی داریم با بایر مونیخ، هر کسی ببره این بازی رو میره فینال. بازی رفت و ما یکی هیچ بردیم، اما بازی برگشت چون ورشگاه اونا و اونا یک امتیاز زمین دارن. ولی ایدن هازارد تو استرلینگ، تو ایدن هازارد احتمالاً گوشه بر راست گذاشته که صفات اشکال نداره. بعد ببینیم ترکیب اونا رو. نه ما میبریم خدای میبریم. چیکار میکنه ایدن هازارد؟ ایدن هازارد عزیز دل بگیر دیگه. خوب نه کن چه گل مفتی بود خوردین بابا. داداشم تو که نمیتونی غلط اضافی نکن زدنش. مرسی داور، مرسی کارت داد میسو من تو بد زدنم اونجا. فکر میکنم خیلی هم بد نباشه، خیلی خوبم نباشه، نمیدونم اصلا چه جوری. حالا باش کاشته نزدم که بدونم خوبم زد. ای رفت بیرون. بده پاسو با شما دفعه این حرکت میکنه. ایدن هازارد پاس میده به حواسکون هم تیمیش، باید بزنه استرلینگ. تموم، حالا هازارد میشه نجات بخش تیمش. یک من خیلی نباید بودم. ایدن هازارد خیلی استقامتش زیاد نیست توی این بازی چون زیاد دویدش و خسته شد. هیچ، خاک تو سرتون کنم، خاک تو سرتون. به من نده. آهان بیا. آهان، حالا من رفتم و حالا پاس به بیرون بزن، خواهشم بزن تو گل. تموم. ای خدا بگم چی کارت نکنه مرتی که گاو. بزن هازارد، ای خدا بگم بزن وو. بود هازارد بود و هازارد پاس بزن تو گل. ای گاو نفهم، بزن. مرسی. هازارد برمیگرده، خود هازارد یه پاواز میکنه، خود هازارد اومد داخل، هازارد میزنه، گل نشود. رفتیم فینال، به منچستر سیتی خوردیم، رسیدیم به فینال اف ای کاپ، فینال جام حذفی که بین نیوکاسل و چلسی هستش. فرداش ساعت 9 شب با منچستر سیتی باز این تو ورزشگاه اولترافورد، اما الان تو ورزشگاه اونها یعنی ورزشگاه نیوکاسل ساعت 7 شب بازی داریم. ببینیم که کی برنده خواهد شد و آیا هازارد میتونه دوگانه رو به دست بیاره یا نه. و اینو بهتون بگم که متاسفانه در حال مادیتی که ما توش بودیم و اومدیم تو چلسی حذف شد و چلسی الان اومده فینال چمپیونز لیگ. البته این الان اف ای کاپه. فینال
فینال اف ای کاپ انگلستان نیوکاسل چلسی. ای بابا داور رمز میشه باز دوباره اشکال نداره. فینال آجی فینال حواسه جمع کن آقای ادن هازارد. رفت یارو رفت ماشاءالله که پا خدا هازارد میاد جبران کنه و تمام از تونیم اول سف سف شدیم متاسفانه. هازارد خودش حرکت میکنه پاس میده حالا بزن. هازارد داده میشه پاس به هازارد حواسش رو باید جمع کنه. هازارد پاس میده به استرلینگ. استرلینگ میده با تک به تک شدن بزن خواهش میکنم بزن گلو. اوه تمام از تو بعد ادامه بدیم. برو حرکت کن ببینم برو خدا وکیل گلش کن خدا وکیلی گلش کن. عجب احمقی هستی. خودش هازارد خود هازارد توپو میگیره و میزنه شوتشون و نزنش دیگه. خب حالا میگیره میزنه دروازه رو باز میکنه منم کاری نمیتونم بکنم. آفرین بایدم گل بخوری مردک بیفده. برو دیگه بابا برو گم شو تو تمام آجی باختیم برین گور پدرتون گور پدرتون صدا بود. برو ببینم فینال چیکار میکنی. ادن هازارد توی احمق دوربین گذاشته راست خنگی هستن. بله کاپ چمپیونز لیگ رو مشاهده میکنیم. خدا هازارد هازارد بودو ببینم. ادن هازارد حرکت میکنه یه دونه کار تکنیکی حالا شوت و تمام. وقتی گل نمیزنی خبرتون 8 تا پاس گل دادم بهتون نزنی خودم دست به کار میشه. یک بار ریش نیم اول تو خیلی باید بذار رو سرش این بازی کن خدا وکیلی. بله منطقی قشنگ خطا منطقی بود قشنگ معلومه شد میخوای بید گل بزنن اونا دیگه بزنن برو خواهش میکنم بزن مساوی. ای بابا ای بابا حال کردی فقط حال کن. ادن هازارد داره چیکار میکنه. برو ادن هازارد برو خواهش میکنم بزن گلو. نذاشتش بزنم کسافت. برو هازارد بزن. وای این اول وقت زبا تموم شد تمام پنالتی کشی. خب استرلینگ خواهشم گلش کن اولی گل. مرسی اولی گل بگیر داداش کپا میگیری آدامس نجو انقدر. مرسی یه دونه بالا برشیش گلش میکنه آج گلش نکن تمام گرفتی ها اصلا استرس نداشته باش. تمام ادن هازارد الان خرابم بکنه مهم نیست. بله آقای ادن هازارد رو مشاهده میکنید توپ رو میکاره فاصله میگیره دورخیز میکنه از تو. بله مثل یوست فلنگ داره دستشو بازو بسته میکنه. میدونم داشت من نمیخواد یاد بودی ما هر وقت زدیم این بر این گل نخورد یادم قشنگ ولی من میخوام بذارم این بر خواهش میکنم گل بشه. تمام بگیری جام آوردیم. کپا بگی وسط میزنه. نه داداش شما که دیگه ما اینو گل کنیم تمام بود. بزن کانته جان بزن تو رو بهتر کن. اینو بگیر یا کپا بگیر یا تمام و کاپ رو میبره ادن هازارد کاپ رو میبره. در عین ناباوری رئال مادرید حذف شد. ما فقط واسه کاپ نیومده بودیم واسه نجات ادن هازارد اومدیم و الان بهتون نشون میدم آمارشو. کاپ رو ببریم بالا و بعد ادن هازارد خوشحال سمت چپ واستاده کاپ رو میبرم بالا و شادی میکنن. ادن هازارد کدوم گوریه من نمیبینمش. بله خوشحالی و عکس یادگاری ادن هازارد هم واستاده. ادن هازارد بهترین بازیکن لطفا نشون داده بشه. 17 تا بازی کرده 10 تا گل زد 4 تا پاس گل داد. یعنی چقدر؟ یعنی 14 تا تاثیر مستقیم داشت تو 17 تا بازی و آمار بسیار عالی است. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. حتما لایک و سابسکرایب بشین یوتیوب فراموش نکنید. دوستان که نجات بقیه بازیکن‌ها هم برین اسمشون رو توی کامنت‌ها بنویسید کدومو بریم و دلیل بگید. خدا نگهدار.